خوان لاپورتا رئیس باشگاه بارسلونا به لیونل مسی بابت انتخاب شدنش به عنوان بهترین بازیکن دنیا تبریک گفت. دیبو مارتینز دروازه‌بان تیم ملی آرژانتین میگوید هیچ مشکلی با فرانسوی‌ها ندارد و جنجال ایجاد شده فقط بر سر فوتبال بوده است. محمد صلاح ستاره مصری تیم فوتبال لیورپول به وینیسیوس جونیور به عنوان بهترین بازیکن سال 2022 رأی داد. لیونل آندرس مسی فوق ستاره آرژانتینی تیم فوتبال پاریس سن ژرمن با 16 بار حضور در تیم منتخب مردان فیفا با عبور از رونالدو در این زمینه رکورددار شد. محبوبیت ویکتور اوسیمین بازیکن تیم فوتبال ناپولی به حدی بالا رفته که یک شیرینی فروشی در شمال ناپولی با طراحی شیرینی هایی به شکل سر این مهاجم در سراسر ایتالیا معروف شده است. لیونل اسکالونی بهترین مربی سال 2022 قراردادش با فدراسیون فوتبال آرژانتین را تمدید کرد و او تا سال 2026 هدایت آلبیسلسته را بر عهده خواهد داشت. ایمانوئل پتی هافک سابق چلسی به مدیران باشگاه هشدار داد که زین الدین زیدان برای جانشینی گراهام پاتر و هدایت این تیم گزینه مناسبی نیست. بعد از درخشش داوید دخیا دروازه‌بان منچستر یونایتد در فینال جام اتحادیه و موفقیت او در بسته نگه داشتن دروازه تیمش، اریک تن هاگ سرمربی شیاطین سرخ یک پیراهن ویژه به رسم یادبود به او اهدا کرد. و اینکه خوزه لوئیس مونوئرا مونتیرو پنجشنبه شب در برنابئو بازی رفت نیمه نهایی کوپا دل ری بین رئال مادرید و بارسلونا را سود خواهد زد.